کبرا جان، قند وقتی که در شهر میری، در بازار میری، مردم اذیتت نمیکنن؟ طرف جدید میگفتم کدام مشکل داری؟ گفت از خوشم آمده بیا که من نمیری که مساج کتید میرم. خب یه خنش کش کردم، یک کش کردم دیگه فکرم خفه شد، خفک شد به زمین. یک صحنه بود، من باید گریان میکردم. حالی هر رقم میکنه، هرچی که اون نفر من دو میزنه، که هرچی میگه میگه این حساس شده، شاید قواره شکم تغییر نیست، قواره می تغییر نمیتونی خنده میکنم. گفت نمیشه، برو چند تا پیاز بیار. به نام خدا و با عرض سلام خدمت عزیزان برنامه چای با یاسمین یارمل از چینل پین کابلیو. عزیزان برنامه، امروز در برنامه جوان نازنین زیبا و یک دوشیزه بسیار قشنگ با خود داریم که این دختر خانم عزیز ما هم هنرپیشه سینما هست و هم یک ورزشکار بسیار مستعد و توانا. حالا از زبان خودش میشنویم که خود بر شما معرفی بکنه، بعدا میریم سراغ سوالات و ازشون یک و یک سوالا را میپرسیم. خب کبرا جان، خود به بیننده های عزیز و نازنین معرفی کن. تشکر. سلام هموطن های عزیز و دوست داشتنی، امید که هر جای هستین جور صحتمند باشین، دور از گزند کرونا باشین. خب بانو یارمل من یک قدر تعریف کرد بخی من ایران آمدیم، ولی چی بگویم، من خیلی کم میشناسه چون نو آمدیم به سینما. بله. کبرا عبداللهی هنرپیشه سینما و کمتون به بعضی مسائل ورزشی هم دست دارم گفتی اگانتا. خب زیاد مرا بالا نزنین، من بخی همینجا پرو میشم. نه نام خدا، من خواه به استعداد و توانمندی جوانای ما بسیار زیاد باور دارم، امیدوار هستم که امی باور ما را بخیر شما به پای یک مال برسانین. کبرا جان میخواستم ازت بپرسم که دوران طفولیت تا چه قسم سپری کردی؟ دوران طفولیت ما، اگرچند حسین امام بالا نیست، 20 سال سن داریم، ولی دوران طفولیت اوقدر که از دل ما بوده باشه، یعنی حالی هر طفل که میبینید در کوچه اونجا میگیم ای کاش ما میقه خورد میبودیم، یعنی هرچی بوده باشه نظر به امروزه که است یک کم ذره سخت بود، مشکل بود. خب بازم خوب بود، راضی هستید از دوران طفولیت؟ راضی هستی ها؟ پینجا. چطوری؟ بسیار بر من چی است، قابل چی بگویم، یک قسم مشکل است که بپذیرم. چطور تو با این سن خورد یک ورزش بسیار ثقیل که مویتای است ایره قبول کردی یا یک یاد گرفتی یا آموزش دیدی؟ چطور علاقمند از این بازی شدی؟ اولش که خودتان هم میفهمین یک اکتریس باید ورزشکارم باشه. خب حتما در بعضی صحنه های فیلمش لازم میشه. بله. و درست هرچند که سینما را کلا بخش سینما را به شکل آماتور بالا آمدم، ولی در کنارش یک استاد موفق و خیلی خوب داشتیم در بخش ورزش که نور محمد نوری، از اینجا هر جای باشم ازش تشکری میکنم. خب این معلوم میشه که تو زیر دست یک کارگردان، یک نویسنده و یک بازیگر و همچنان یک ورزشکار تربیت شدی. خب باید هم همونطور باشه، یعنی امکاره دیگه نام خدا، یک اکتریس امکاره. در پولوی ازی که ورزش مویتای یاد داری، دیگه چی کارا را یاد داری؟ خب اول من خواهد استاد من تشکری میکنم که مرا حمایت کرده اینجا برسم، چی بخش سینما چی بخش ورزش. بخش سینما اولین کسی که مرا خلاصه به پیشی هنر پیشا معرفی بیشتر کرد آقای قند آقا خاکسار بود که از من اینجا تشکری میکنم. دیگه غیر از این هستم مصروف همی ورزش، خود مسئول بانوان هستم بخش فدراسیون. بسیار خوب. با سینما هم که میبینی کم کم فعالیت دارم، کار میکنم، کوشش میکنم که واقعا یک جایگاه خاص برای خود پیدا کنم، هنوز میپالم جای خود پیدا نکردم. من فکر میکنم که روز به روز بخیر پیشرفت کرده میری، چون هم در عرصه سینما فعالیت میکنی هم در عرصه ورزش. به نظر خود ورزش یک کار بسیار ثقیل نیست برای بانوان و هم یک ورزش رزمی؟ کدام وقت دستت پایت جایت نشکسته؟
سخت است واقعا، محیطای کلا سخت است آدم انجام بدن، ولی در شرایط کنونی شما میبینید در افغانستان ما نیاز داریم، هر دختر خانومی من اینم اینجا میگم نیاز دارن که باید ورزش یاد داشته باشه، حداقل از خود دفاع کرده بتونه. خایانه وقتی که در مقابل یگان آزار و اذیت قرار میگیری باید از خود دفاع کنی و چنان با مشت و لگد طرف مقابل بزنی که گردنش از سرش جدا شه و دستش از شانهش. ما در کنار از اینکه محیط های کار میکنیم تصمیم گرفتیم دفاع شخصی هم به دوستا آموزش بدیم هم خود ما کار کنیم. دفاع شخصی مهمتر است که هر دوست ما باید یاد داشته باشه و اینا اولش که در جامعه ما میبینم سخت است، شاید بدن ما درد داشته باشه اول کدام زخمی دیدیم اینا، ولی امروز میبینیم فایده شه. خب طبعا که ورزش ضامن سلامتی انسان است. کار در بخش ورزش بسیار ثقیل میبینی یا در بخش سینما؟ به نظر تو کار سینما بسیار دشوار است یا کار ورزشی؟ هر دوش به نظر ما آسان است. ورزش خب ورزش است، آسان است؟ که سلامت باشه خب ورزش میکنه. اولش تکنیکای شاید بگیریم سخت است، ولی بعد از اینکه یاد گرفتیم اگر راحت میتونیم همیشه انجام بدیم، حتی در خانه میتونیم بدون از کلب باشیم انجام بدیم. اما سینما خب کاراکتر هستیم، کاراکتر هم آسان است، بعد صحنه‌اش سخته. خب شاید خودت یک آدم بسیار بااستعداد هستی، گپ میزنی میگی بازی کردن در سینما کار ساده است، ولی من فکر میکنم که کار بسیار دشوار است. نه منظور من این بود ورزش آسان است تا اینکه در سینما. من خودم چند تا بعضی فیلم ها که کار کردیم امی بعض صحنه ها رو نمیتونم کار کنم، بخصوص من هیچ وقت گریه کردن نمیتونم. خب پس مشکل است. خب میره میگم سینما مشکل. بله بله. کبرا جان چند فیلم بازی کردی؟ فیلم من فعلا نمیتونم برای دوستا خب مشخص بگم چقدر، اما فیلم های کوتاه زیاد بوده تا فیلم های بلند. فیلم های بلند از روی کار است، موقع ما رویش کار میکنیم. نمیتونم من فعلا به دوستا وعده نمیشم تا اینکه یک فیلم آدم نبرایه کلا. خب یعنی تا هنوز فیلم هایی را که بازی کردی روی پرده نیامده؟ آمده کم تو میشه آمده. اول کار من با عرفان خان صافی بود که سریال جردانش رو کردم که چند قسمتش آمده به بیرون به بازار عرضه شده. دیگه یک فیلم که شما هم شاید خبر داشتون چلنجر است. بله دوام من نقش دارم. فیلم های دیگه که صحنه بندی شده روی خب هنوز فیلم چلنجر هنوز به پای یک مال نرسیده. خوشبختانه که دو ما هم نقش دارم. نمیفهم یک نقش مادر دارم که نمیفهم مادر تو هستم یا مادر عایشه جان هستم. عایشه جان هم با شما کار میکنه. بله من فیلم. دو فیلم فقط من اختطاف میشم پنشیر سحنه من کلن پنشیر کار شد. خب فقط یک سحنه بود؟ فکر من اونجاش خلاص شده که در پنشیر بود من اختطاف میشم این چیزا شاید هم یک صحنه باشه. خب یعنی مکمل داستان فیلم نخوندی؟ یعنی ما برد یک پیشنهاد دارم منیسی یک کسی که یک چند سبب پیرن از شما بیشتر پاره کردیم برتون یک پیشنهاد دارم قبل از اینکه شما یک فیلم بازی میکنین باید سناریو را بخونین و در مورد سناریو بسیار مطالعه کنین، کرکترهایی که در اونجا هست هر کدام باید بشناسین، محیط و ماحول را که کار میکنین سرش باید بسیار فکر بکنین، یعنی خود در نقش باید پیدا کنین. این یک خواهش و تمنای من از خودت منیسی یک جوانی که تازه وارد سینما شدی بر خودت هست. چی خاطرات داری از جریان مثلا کدام مسابقه بین المللی هم داشتی؟ بخش ورزش من شخصا به خاطر که هدف می بود ورزش به خاطر سینما به خاطر خب یعنی خودت در فدراسیون ورزشی کابل چی نیستی؟ عضوان نیستی؟ اصلا من کلا خودم مسئول بانوانش هستم، ولی خودم نمیخوایم که در مسابقات شینا خودم شرکت کنم چون هدف من ای است که کار کنم روی خود ولی برای سینما. خب صرف برای سینما کار میکنی؟ ورزش برای خود و برای سینما؟ یعنی نمیخوایی که به منیس یک چری ملی و بین المللی مطرح شوی؟ شاید من میگم که ای را باید بخوایی، اینه باید بخوایی وقتی که سپورت میکنی وقتی که ورزش میکنی باید در اونمو حد ورزش کنی که تا منیسی یک چری مطرح نه تنها در افغانستان بلکه در جهان هم خب مطرح شدی. خب بانو یارمل جان یک گپ است که
من میخوایم آدم یک کار بیشتر رویش تمرکز کنه پیش بره. حالا ما اگه بخوایم در مسابقات هم باشم در سینما هم همگی میگه او که هزار کاری بکاره. خب یعنی شما میخواین تنها در یک سینما باشین و یک کار در سینما کنین. خب بسیار خوب، گفتم از خاطراتتون بگو که از ورزش رزمی چی خاطرات داری؟ کدام وقت آسیب پذیر نشدی؟ کدام جای نشکسته؟ خدای نکرده کدام ضربه ندیدی؟ یا اگر دیدی چطور دیدی؟ روز اول دوم بود فکر کنم من ورزش میکردم. خب استاد نوری هم شاگرد زیاد داشت نمیخدم یک تا شاگرد شاید هم اینجا باشم این دور برا دیگه. خب استاد گفت که تمرین کنین، او خب یادم داشت قویم بود دیگه. خب کتیمه همیت مثل استاد تمرین کرد، زد پای من هم درد میکنه. حالا رفت میکنم استاد رو بگاهی سر بزن نیقه مکم مکم میزنه، بگه خیر رسول آقا رسول نمیفهمه میزنه. باز ایق قارم آمد گفت می چی رقم از رفت میکنم استاد او خیلی آدم مکم مکم میزنه بگه خب یعنی چی میگه امو چیش ندیده بودی زورش تا هنوز ندیده بودی خودش لاغره اگه با ایق زور داره نمو خدا. خب دیگه طبعاً که ورزش میکنه وقتی کس که ورزش میکنه خب قوی شده میره اندامش دستش. بر ما باز یک حرکت همین مویتای اجرا میکنی ما ببینم چه قسم است. مقصد ما روگار نکنی و ما را نزنیم، چرا که ما خو دیگه سن سالم پیش رفته است. حالا اگه یکان لغت بزنی خلاص دیگه. نه او کارا نمیکنم. خب انشالله آخر برنامه خواست خدا بود یک برنامه میدوشم باشد. خب فامیلت چگونه یک علاقه مندی داشتن؟ یعنی خودت فامیل تشویق کرد یا خودت نظر به این معلوماتی که پیدا کردی، نظر به علاقه که پیدا کردی به امی ورزش مویتای روی آوردی، چه رقم فامیل تو را کمک کرد؟ یعنی من موقعی که سینما آمدم یک سال پیش بود با استاد نوری معرفی شدم. باز بیشتر که مرا تشویق کرد استاد نوری تشویق کرد که بیا برای تو خیلی بدرد میخوره کنار سینما، اگه میخوای ستاره شوی بیا اینجا ورزش هم بکن، اینجا ما در خدمت هستیم. باز امرای فامیل گفتم، فامیل من حمایت کردن گفتن چرا که نه استادیت هست، خیلی واقعا خیلی سرش اعتبار دارم اعتماد دارم. یعنی دفعه پیش شما هم گفتین که دو فیلم چرا رفتین، من رو استاد نوری گفت که دو فیلم برو این صحنه مال تو است. یعنی من حتما استاد من دیده که نظر به من خوب بود. بله نظر به کرکترت، نظر به چریت، نظر به اونمو استایل که داری. همی یک گپ برد بگویم وقتی که انسان یک نقش بازی میکنه چیره کرکتر بسیار کمک میکنه آدم در اجرای یک نقش. بله من و استاد هم گفتن که تو برو، تازه مرا بردم اونجا خودش هم فکر کنم یک نقش کوچولو داشت. از اون خاطر من خیلی دلجم رفتم گفتم دیگه هیچ گپی نیست، استاد نوری میگه خودش کارگردان خودش یک آدم موافق است حتما خیلی عیبی نیست. بله خب خوشبختانه که در هفته آینده با استاد نوری هم یک برنامه خود داشتیم که امروز نسبت مشکلاتی که داشت در برنامه حاضر نشد، در هفته آینده بخیر در برنامه میآیه ان شاء الله. کبرا جان قند وقتی که در شهر میری در بازار میری مردم اذیتت نمیکنه؟ مردم ما کجا اذیت کردن یاد نداره. یک تاش تیر شوه او چی مرد باشه چی میگه زمین طبقه مردا یک مطلق نگویه ایش دلشان نمیشه تیر شوه. خب یعنی چه پس پرو کنارت رب نمیشن؟ ایش نمیشن باز ما باز اونا کمی نداریم. آفرین آفرین. حال خوستن که ورزش میکنی آه. اگر یک دفعه دیگه می لگه دور دادی خلاص دیگه مردکر روش و بعدگر روی میگردونی. نه چی هسته جالب اینجاست، فکرم دو هفته پیش بود من میرفتم پنجشنبه طرف کلاب میرفتم صبحی وقت دیگه. خب لباس چی گفت یکان کس تایید جان ما لباس های سپورتی تقریبا دیگه سپورتی. خب بازی یک بچگه کت بایسکل دو بار رد شد از این منطقه کت سنگی. من میرفتم دیگه دفعه سوم که رد شد طرفش دیدم گفتم کدام مشکل داری؟ گفت از خوشم آمده بیا کت من نمیره گفت مساج کتت میرم. خب اون طرف این فامید که من این گفت من را در کنایه گفتم. خب کمی پیش رفت فقط همین قیاد من در فکس در سر چوره از پشت گردنش از زمین یخنش کش کردم این کش کردم این دیگه فکرم خفک شد در زمین افتاد. خلاصه خدا خیر بده استاد من هم دفاع شخصی به ما یاد داده. سه یا چهار حرکت دفاع شخصی در پیش رفتم دیدم که نفر جمع شد گفت مالی ما بعد مردم داریم که فیلم میگیرن این چیزا. گفتم مال مردم فیلم نگیرن جان کشیدم رفت. خب یعنی آفرین از خود دفاع کردی، از خود خوب بسیار کار نیک کردی، بسیار کار خوب کردی. هر کس باید
مدافع خود خودش باشه. هر کس باید بتونه از خود دفاع بکنه. راست میگین آزار و اذیت دوشیزه ها در این اواخر قدر زیاد است، قدر زیاد است که حتی نمیگن که خانم یا دختر خرد است یا بزرگ، جوان است یا پیر، هر کس اذیت میکنن، هر کس اذیت میشه. بخی ای گپ تا متعید میکنم و امیدوار هستم که بادزی جوانای ما هر دختر و هر خانم را که میبینن متوجه باشن و همیشه در فکر ازی باشن که خودشان از خود خواهر دارن، خودشان از خود مادر دارن، نباید باعث آزار و اذیت دیگران شوه. به هر صورت کبرا جان دیگه چی گفتنی داری؟ گفتنی هایی تا بگو، هر چی که در دلت هست بگو، این برنامه در اختیار دست. من گفتنی خود زیاد دارم ولی اول دفعه باید چای بله، من میخواستم که منتظرت بدم که تو چی وقت همی گلاس چای هم میبرداری و یک کمی ازش نوشجان میکنی. من خوشم آمد از سلیقه بانیارمل، هم خوشم آمد، چایش هم خوبش است و خصوص ایام کرونایی بیخی چایش خوبش است. خوش آدم زنده باشید، تشکر. این چای هم ناگفته نمانه که پرودوسر برنامه ما تهیه کرده و همیشه چایی که تهیه میکنه بسیار خوشمزه، بسیار مزه‌دار و بسیار همتو پرکیف است. دیگه از تو هم تقاضا میکنم که نوشجان کو، از میوه بگی، از میوه خشک بگی. خودت خو چی هستی؟ سپورت مین هم هستی؟ نه خو گفتم با غذای بسیار امطور مخصوص ضرورت داری. از این غذا چه قسم استفاده میکنی؟ یا هرچی که خوشت آمد میخوری یا نه مطابق یک تقسیم اوقات غذا میخوری؟ مثل که دیگه ورزشکارا میخورن، خودت هم قسم هستی؟ با خدا که من ایش دقیقه هموش نیستم، هرچی پیش آمد خوش آمد میخورم. یک روز که توستان گفتم که استاد من فکر کنم لاغر شدیم، باز میگه خیلی غذای تا درست گوه ورزش هم میکنی، مطمئن باش خیلی اندام خوب پیدا میکنی. خب من یک جای کار داشتم طرف بازار باش، اونجا رفتم پروتین ها رو دیدم، دل من اگر رقم رفت رفت دیگه دکان فیلم کوکو پروتین خوبش داری؟ طرف من تایی کنم که چی میکنی مرد برای مرد هست؟ گفتم نه من میخوایم فقط یک کم قد ما بلند شه و اندام پیدا کنم. خب اندام میکنم، میگه پروتینا ایت نیست که تو بریم مفت مفت بخوریم. بله از پروتین خیلی زیاد داریم، خود تو در رقمش بخور. فکر کردم که راست میگم که کاکا. خب میخندم، میگه یعنی دختر خودش نانش اصلا نمیخوره، میگه پروتین میده با من. فکر میکنم که خوردن پروتین در یک انگام معین ضرور است که او را نظر به امو مشوره استاد باید بخوره کسی. اما درست نه، چون ما ورزش نکردیم نمیفهمم. دیگه خودت میتونی توضیح بدی که غذای معین نداری؟ پس من غذای معین ندارم، مقصد امی صبحانه شیر و خرما و تخمی مرغ همیشه است. همیشه باید بخوریم. اینا دیگه غذای مکمل است فکر کنم. همینا هست. خب از خاطرات نگفتی، از خاطرات جالبت کدام خاطری جالبه که در ذهنت بیای همین لحظه؟ خاطرات جالب من خودم هیچ چیزا بخ تنبل هستم. خو خاطره میگم، روزای اول که اومده بودم به سینما، امی تو چی فیلمای کوتاه کار میکردیم، یک صحنه بود من باید گریان میکردم. حالی هر رقم میکنه، هرچی که اون نفر من دو میزنه که هرچی میگه، میگه این حساس شد و شاید قوارش کم تغییر می، خیلی قواره رب داره نه به آدم که اکشن میکنه کدام چیز میگه، میگه حالی یه دو بزنم هرچی بکنه من هیچ قواره می تغییر نمیکنه، خنده میکنم. گفت نمیشه، برو چند تا پیاز بیار. از پیاز استفاده کردی؟ گفت برو چند تا پیاز بیار، این کس چی است؟ فقط همی کلوز است رویش میاد. خب این دیگه من اینجا پیاز همی خدا نکنه از دست خود بزنم گریان من میاد دیگه. یک تا پیاز پوست کردم که ایقا گریان ما آمده، هیچ گرفته نمیتونه اینم گریان میکنم اونا دیگه گرفته میره. خیلی از پیاز باید تشکری کنی که در بسیار یک موقع اساس خودت موفق ساخت و تانستی که نقش ده و بسیار خوبی ادا کنی. اونا آخر چی میگه؟ میگه بس است دیگه، ما خود هر چقدر میخواستم ویدیو گرفتیم گریان نکن. من میگم شما خالی گفتیم وان من گریان نکنم، هر رقم میکنم گریان میشه خلاص نمیشه. بسیار عالی، موفق باشی کبرا جان. قند در هر دو عرصه که خودت بخیر در آینده میخوای فعالیت کنی، هم ورزش و هم سینما، خوشبختی و سعادت برات آرزو میکنم از خداوند. خوش آمدی به برنامه، بخیر انشالله که در برنامه های آینده با یک دستاورد بسیار خوب بیایی، یعنی منظور می است که فیلم های بسیار خوب بازی کنی که باز از اون فیلم هایت قصه کنی، از خاطراتت قصه کنی. تا همینجا برنامه ما بود دیگه، با بیننده عزیز خداحافظی میکنیم، شما را به الله پاک امانت میکنیم. بیاین که از کبرا جان یک حرکت های ورزشی ببینیم دیگه، شما
خداوند یار و مددگار شما عزیزان.